درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته های زندگی شخصی بازیگر پرهاشیه این روزها مریم کاویانی و ماجرای ازدواج و طلاقش از آقای سیاست مدار. با ما همراه باشید. لطفا از پایین همین ویدیو و با زدن سابسکرایب و زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. مریم کاویانی بازیگری که برعکس خیلی از همکارانش سعی و تلاشی در ساختن حاشیه و جنجال نداشته اما ازدواج و جداییش از آقای سیاستمدار باعث شد که هواشی و داستانهای زیادی برای اون ساخته بشه مریم کاویانی در ابتدای مصاحبه اخیرش در مورد محل تولدش گفت اینکه پدر و مادرش متولد بابل هستند اما خودش در اهواز به دنیا اومده گفت بنا به شغل پدر و مادر که ماموریت رفتن هفت جایی نزدیک اهواز مامانم در قسمت بایگانی و پدرم معاون مدیرامل بود و توی کارخونه نیشکر کار میکردن ما چند سالی اونجا زندگی کردیم و من به دنیا اومدم مریم کاویانی بوده و گفته من آش... پرستاری بودم و هنوز هم برای دوستان و فامیل و خانواده سرم و آمپول میزنم ولی انگار مسیر زندگی عوض شد و اتفاق بازیگر شدن پیش اومد و نمیشد این دوتا شغل رو در کنار هم انجام داد چون هر دوتاش بسیار زمانبره و نیازمند مسئولیت زیادیه در پاسخ به این سوال که در زمان شغل پرستاری با چند مرگ مواجه شدید گفت دقیقا 47 مرگ رو به چشم دیدم با اینکه بیمارستان خصوصی بود ولی من در بخش ویژه بودم و در اون سالها یعنی از 79 تا 81 خیلی مداواها و عملها و پیشرفت علم پزشکی مثل امروز نبود و شاید اگر خیلی از اونها الان در بیمارستان بستری می خیلی راحت زنده می موندن. اما یک چیز مشترک در بین همه این آدم که از دنیا می رفتن دیدم اون همین بود که روح از قفسه سینه پرواز میکنه و من میدیدم که انگار وسط قفسه سینه شون خالی میشه. انگار از جایی که قلب هست روح از جسم دل میکنه و اصلا مدل اون چیزی که در فیلم ها نشون داده میشه که چشم ها بسته میشه و گردن شل میشه نیست و در پاسخ به این سوال که آیا دیدن اون همه مرگ دیدگاهتون رو به زندگی تغییر داد گفت نه ها و رفتارشون و تفکراتشون دید من رو به زندگی تغییر داد مرگ که دیگه دیدگاهی نداره آخرش دیگه هممون می میریم ازشون پرسیدن تو اکثر نقش یه یا آدم صبور و مهربون بودید و این نقش از شما در جامعه انگار تثبیت شده. به نظر خودتون واقعا مهربونید؟ اون گفت من با همه مهربونم اما متاسفانه با خودم خیلی بیرحمم. بیشترین عصبانیتم هم همیشه از خودمه و همه چی رو تو خودم میریزم و دوست دارم توی زندگی همه از من راضی باشن. خانم کاویانی در پاسخ به این سوال جنجالی که اگه میتونستید یه بخشی از زندگیتونو پاک کنید اون کدوم بخش بود گفت من از شهریور 1397 رو پاک میکردم تا دوم تیر 1400 همون موقع که کلا در سرتیتر خبرها و جنجالها و هاشیه ها بودم ازشون پرسیدن شما غیر مستقیم و با اون ازدواج وارد دنیای سیاست شدید گفت بله من فکر می کنم که بزرگترین اشتباه و اتفاق این بود که یک بازیگر نباید با سیاست مدار ازدواج کنه به خاطر اینکه بازیگر جنس روح و احساسش با سیاست کاملا متفاوته نمیگم کدوممون بهترین ولی کلا به خاطر شرایطی که اونها بهش متعهدن زندگیشون خیلی سخته زمانهای زیادی نیستن و خانواده هاشون محدودیت های زیادی دارن و هر کاری نمی تونن بکنن از روابط و شیوه معاشرت و آدمهایی که باشون قبلا رفت و آمد داشتن انقدر حساس میشه که اتفاقی نیفته ای براشون درست نشه و من توی اون رابطه و توی اون زندگی گیج بودم و انگار مریم کاویانی رو گم کرده بودم ایشون در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد که از پرستاری وارد دنیای بازیگری شدید گفت خاص خدا بود من انقدر توی بیمارستان خسته شده بودم و به خاطر احساسات زیادی که همیشه دارم وقتی که شاهد اتفاقات تلخ و مریضای بدحال و مرگ بودم حالم خیلی به هم میریخت یه شب سه نصف شب بود که یه مریضی رو که سه ماه واقعا مادرانه و خواهرانه براش زحمت کشیده بودم حتی خبر داشتم که خونش رو فروخته بود که داروهای کمیابش رو از از انگلیس خره و بیاره فوت کرد من انقدر حالم بد بود رفتم توی بالکن همون اتاق توی بیمارستان مهرات رو به آسمون کردم و گفتم خدایا من دیگه طاقت ندارم نمیکشم شما این رسالت رو به من دادی که پرستار باشم ولی دیگه آخر خطه من دیگه بریدم یهو انگار لابلای اشکام دو سه تا قطره خنک نشست روی صورتم چشمامو باز کردم و دیدم داره برف میاد به خدا گفتم تو که انقدر قدرتمندی ته سیاهی شب داری به من دونه برف سفید نشون میدی من به معجزاتت نیاز دارم یک هفته بعد خیلی اتفاقی توی فیلم اسپاگتی در هشت دقیقه رامبد جوان مشغول شدم تستو گرفتن و چند ساعتی جلوی دوربین بودم بعدش به هم گفتن بیا قرارداد ببندیم و اینکه خیلی بستن اون قرارداد و رقم حقوق برام جالب بود من 141 ساعت در بیمارستان کار میکردم حقوقم 147 هزار تومن بود ولی برای سه شبی که رفتم تو اون پروژه تازه با سرویس و همه چی به درستی انجام میشد و امکانات کامل سه برابر حقوق یک ما هم رو توی اون قرارداد دریافت کردم و چون خیلی از سینما بد شنیده بودم که مافیا بازیه و همه اونایی که بازیگر شدن پول دادن که وارد سینما شدن وقتی که میخواستیم قرارداد رو امضا کنیم به من گفتن چند بنویسم کیفم و نگاه کردم و گفتم من که الان اصلا پولی ندارم چقدر باید بهتون بدم اون آقا خندید و گفت شما که نباید پولی بدی ما باید برای بازیگری شما به شما پول بدیم هرچند که ایشون در مورد ازدواج و طلاقشون نخواستن که بیشتر ماجرا رو اما در ادامه در مورد اخلاق بدی که باعث ناراحتی و پایان یک رابطه میشه گفتن بدقولی و چارچوب نداشتن توی اخلاق و انسانیت من رو خیلی میرنجونه و در مورد خودم هم بگم که به خاطر پرستار بودنم و روحیم کلا آدم رو زیاد میبخشم و خیلی از خطاهاشون رو نادیده میگیرم در ادامه از ایشون پرسیدن جایی شد که تصمیم بگیرین بازیگری رو کلا کنار بذارین گفت نه هیچ وقت چنین تصمیمی نگرفتم اما نقش بوده که دوست نداشتم اما متاسفانه به خاطر مشکلات مالی پذیرفتم و اون نقش رو بازی کردم در پاسخ به این سوال که پرستار بودن چه تاثیری در شخصیت شما داشته گفت باعث شد همیشه شکرگزار سلامتیم باشم و بدونم که گنج اصلی هر آدمی سلامتیشه ما هممون زیر سایه سلامتیمون میتونیم فکر کنیم کار کنیم و به آرزوها و اهدافمون برسیم و اینکه درک من رو از زندگی واقعا تغییر داد انگار وقتی ناراحتی و پرخاش و خیانت و زیرابزنی و هر رفتاری رو که میبینم به خودم میگم من نمیدونم توی فکر اون آدم چی میگذره شاید زندگی سختی رو پشت سر گذاشته که الان به اینجا رسیده و این متاسفانه سطح تحمل من رو خیلی بالا برده و همیشه به من ضرر زده چون با آدمهای اشتباه مدارا میکنم ایشون در پاسخ به این سوال که الان مهمترین نگرانی زندگی چیه گفت اینکه تو تنهایی خودم زمینگیر بشم و همیشه از این میترسم و دوم هم همیشه برای آینده جوونامون و کشورمون و کار و زندگیشون دعا میکنم و اینکه توی کشورمون واقعا هر کسی جایی که صلاحیت داره باشه از ایشون پرسیدن پسرتون الان چند سالشه و چی کار میکنه گفت پسرم 26 سالش تموم شده و داره فوق لیسانس محیط زیست گرایش آب میخونه هرچند که اصلا تمایلی به صحبت در مورد ازدواج اولشون نداشتن ازشون پرسیدن اگر از زندگیتون فیلمی ساخته بشه به نظرتون ژانرش چی میشه گفت درام البته بخشی که چندین سال در کنار برادرم زندگی میکردم بسیار عاشقانه و تنز و کمدی بود ارتباطمون با هم خیلی جالبه و از کنار هم بودن لذت میبردیم اما بعضی وقتها هم پیش خودم فکر می کنم شاید خدا داره به هم یاد میده که توی زندگی دلبسته و وابسته یه چیزی نشم از هر چیز و هر کسی که خیلی خوشم میاد یا بهش دل می بندم خدا خیلی زود ازم می گیره خانم کاویانی در مورد بهترین اخلاقش هم گفت بخشیدن آدم ها. چون همیشه میگم کاری که با من کرده از سر ناآگاهی یا بیماری بوده و میبخشم و فراموش میکنم من حتی مهریم رو هم کاملا بخشیدم مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.